سلام دوستان، نرگس خرقانی هستم و با یک ویدیو دیگه از این کانال با شما همراه میشم. تو این ویدیو میخوام درباره یکی از خاطرات خیلی جالبم از سفر به لهستان و اسکاتلند، در واقع ترکیب دو تا کشور هستش، با شما صحبت کنم. اگر دوست دارید که این داستان رو بشنوید که درباره خرس قهرمان ایرانی که قهرمان در واقع جنگ جهانی دوم شده بشنوید، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و البته این کانال اگر سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و بعدش هم زنگوله کنار بزنید تا از ویدیوهای بعدی کانال آگاه بشید. خواسته دیگه من دارم هی تکرار میکنم، تو هر ویدیو میگم دیگه مجبورم چیکار کنم، خیلی میام ویدیو رو نگاه میکنم سابسکرایب نمیکنن. حسابی کانال حمایت کنید تا من براتون ویدیوهای بهتری تولید بکنم و با انرژی بیشتری کار کنم. اما بریم سراغ داستان این ویدیو و این خرس قهرمان که قهرمان جنگ جهانی دوم شده و ایرانی هم بوده. نمیدونم چقدر با داستان لهستانیایی که به ایران اومدن آشنایی دارید و چقدر این داستان رو میدونید که اونا در واقع به سیبری تبعید شده بودن، بعد موقع که آزاد شدن اومدن ایران و این داستان خرس هم مربوط میشه به همین لهستانی ها. در سال 1321 یعنی بین سال 21 تا 22 بیش از 100 هزار لهستانی در واقع به ایران پناه آوردن. اینا توسط استالین به سیبری تبعید شده بودن، خیلی وضعیت بدی اونجا داشتن و موقع که آزاد شدن اومدن ایران. اکثر اونا زن و بچه بودن، در واقع زن و کودک بودن، ولی خب عده ای هم آقایون بینشون بودن که اونا مدت زیادی تو ایران نموندن و ظرف کمتر از یک سال یعنی مثلا چند ماهه ایران رو ترک کردن و برای جنگ رفتن به منطقه مونتکاسینو در ایتالیا. حالا چرا این داستان رو گفتم؟ چون مربوط به این خرس هم میشه. چند تا از این سربازه لهستانی و آقای یکیشون زمانی که تو همدان بود، اونجا پایگاه یکی از پایگاه که لهستانی بودن توی شهر همدان بود، اون زمان یه پسر بچه ایرانی میبینه که یه کیسه ای هم روشه و تو اون کیسه یه توله خرسه و به اون پسر بچه میگه که مثلا توله خرسه من میخوام ازت بخرم، خوشش میاد از اونو. بعد میبینه مثلا خرسه مادر نداره و مثلا یتیم و اینو دلش میسوزه و اینو میخره از به مبلغ خیلی کمی از اون پسر این توله خرسه میخره و اسمش هم میذاره وایتک. تا اونجایی که من اطلاع دارم وایتک یک اسم مربوط به زبان اسلاف هست، یعنی تو زبان روسی و لهستانی اینا، و یک اسم اساطیری به معنی مرد جنگجوی همچین معنی داره. و بعد دیگه یه جورایی این سرباز لهستانی میشه صاحب این خرسه و ازش مراقبت میکنه، بهش شیر میده، کم کم اینو بزرگش میکنه. و حالا اینا در واقع سرباز لهستانی از تمام مدت اونجا نمیمونن، از همدان را میفتن میرن به سمت اهواز و از اهواز به سمت وارد عراق میشن، بعد میرن سوریه و از سوریه هم میرن فلسطین و از اونجا با کشتی در واقع از راه دریای مدیترانه میرن به ایتالیا یا همون منطقه مونتکاسینو که یک نبرد خیلی معروفی بوده بین ارتش متفقین که اکثرا ارتش متفقین لهستانی بودن با نیروهای آلمان نازی و نیروهای هیتلر. و این خرسه هم با اینا همراه میشه دیگه، این آقای وایتک که طول خرس نرم بوده، پسر بوده، با اینا همراه میشه و توی طول راه، حالا اینا اون زمان خیلی مسیرها طولانی بوده تا اینا خواستن برسن، مثلا چند ماه طول کشید و این همینجا بزرگتر شد و بعد با اینا تو همون منطقه مونتکاسینو تو ایتالیا زندگی کرد و اینا ازش مراقبت میکردن. بعد کم کم بزرگ شده بود و حتی قدش از آدم هم زده بود بالا و قد بلندتر شده بود. بله تصاویری که هستش با مثلا سربازا کشتی میگرفته، بعد حتی بهش آبجو میدادن، سیگار میکشیده با سربازا، بعد این جبه های مثلا مهمات رو بلند میکرده، توپ جنگی رو بلند میکرده، نمیدونم مثلا جبه پشنگ و نمیدونم چیزا بلند میکرده، چون قدرتش هم زیاد بوده، خرس بوده دیگه. و یه جورایی یه مثلا خرس امیدبخش بوده، مثلا به عنوان قهرمان بهش نگاه میکردن سربازای لهستانی، با دیدن و مثلا انرژی میگرفتن و خیلی این خرس رو دوست داشتن. و آوازه این وایتک همه جا میپیچه و در واقع همه ارتش متفقین رو میشناختن و به عنوان قهرمان جنگی ازش یاد میکردن. این داستان جالب وایتک و من توی لهستان بود اولین بار شنیدم و خیلی برام جالب بود که من توی ایران این داستان نشیده بودم، این داستان تو ایران واقعا ناشناخته است. من یه پستی هم تو فیسبوک گذاشتم بعضی که داستان رو فهمیدم و جالب بود که دیدم خیلی داستان نمیشناسن و برخوردشون خیلی با تعجب بود، گفتن ای مگه همچین داستانی وجود داشته؟ گفتم خب بله همچین خرسی وجود داشته.
و عکساش هم هست و دربارش کتابم جالبه که زیاد نوشته شده، هم به زبان انگلیسی هم به زبان لهستانی، ولی متاسفانه توی ایران هیچ کس اطلاعی نداره از این داستان. گفتم کتاب زیادی در رابطه با این خرس قهرمان یا خرس سرباز، اگه توی اینترنت سرچ کنید به انگلیسی سولجر بیر، حالا اینا اینجاست، وایتک دی سولجر بیر، کتابش هم آوردم بهتون نشون بدم. این عکس پشتش، حالا من اینا رو از نمای نزدیکم بهتون نشون میدم تا ببینید. این در واقع هدیه بود که من بعد از اینکه حالا لهستان، یه ویدئوی گفتم دو ماه من اروپا بودم که بخشش رو به حال لهستان بودم، بعد حوزه شنگن رو که ترک کردم رفتم به بریتانیا، توی لندن بود که دوستان لهستانی که انگلیس زندگی میکنن در واقع این کتاب رو به من هدیه دادن که نوشته وایتک دی سولجر بیر. این کتاب به حال به زبان، حالا بخشش هم نشون میدم، برای کودکان هست و هم به زبان لهستانی نوشته شده هم به زبان انگلیسی، ولی خب تا اونجایی که میدونم به زبان فارسی هیچ کتابی درباره وایتک به چاپ نرسیده. اما یک کتاب دیگه که برای بزرگ سالان بود که اینو خودم خریدم، اینم وایتک دی بیر پولیش وار هیرو، هم میتونید ببینید که حالا میگم از نمای نزدیک همین رو بهتون نشون میدم. و اینم به حال یه کتابی بود که اونجا خریدم و اینم هدیه دیگه باز از دوستان لهستانی درباره همین خرسه وایتک بود، The Beer That Went To War، یعنی خرسی که رفت به جنگ. و اینم در واقع هدیه بود که دوستان لهستانی تو سفری که میگم به لندن داشتم، یه انجمنی داشتم به اسم انجمن کرسی فامیلی. کرسی در واقع بخش لهستان بود که اینا رو در واقع تبعید کردن از شرق لهستان به سایبریا تو انگلیس، تو انگلیسی میگن سایبریا. اون قسمت لهستان اسمش کرسی بوده که حالا این گروهاشون معمولا اسمش کرسی سایبریا، اسمش کرسی سایبریا فامیلی. و اینا گروهی داشتن توی لندن و اینا رو به عنوان هدیه به من دادن و گفتن که یک بنای یاد بودی هم برای وایتک توی کشور اسکاتلند وجود داره و حالا داستان سفر ما رفت به سمت اسکاتلند. من به شهر ادینبورو که رفتم بنای یاد بودی که برای وایتک توی شهر ادینبورو ساخته بودن و از نزدیک دیدم و برام خیلی جالب بود، باش عکس هم گرفتم که حالا شما میتونید عکس‌ها رو ببینید، امیدوارم برای شما هم جالب باشه. و خیلی لهستانی ها یعنی اونجا رو خیلی خوب میشناختن، میمدن مرتبا عکس میگرفتن، من اونجا که بودم دیدم چند نفری که اومدن عکس گرفتن، ولی خب ایرانی ها اصلا اونجا رو نمیشناسن. این مجسمه یاد بود هم توی پارک معروف شهر ادینبورو که پرینس پارک، همون پارک شاهزاده، معروف ترین پارک در واقع شهر ادینبورو هستش، واقع شده بود و خیلی ها میتونستن بیان از اونجا بازدید کنن و جای بسیار مهمی هست اونجا توی شهر ادینبورو، جای خوبی این مجسمه رو گذاشته بودن، یاد بود و در واقع گذاشته بودن که برای من به شخص خیلی جالب بود و این نشون داد که چقدر وایتک برای شهر ادینبورو، برای کشور اسکاتلند و کلن برای متفقین، حالا برای لهستانی ها، برای همشون با ارزش و مهم هستش که حالا من امیدوارم تو ایران هم کمی بیشتر دربارش صحبت بشه و گفته بشه. در واقع داستان وایتک تو ایتالیا تموم نمیشه و وایتک بعد از اینکه جنگ تموم میشه از ایتالیا به همراه در واقع با یک کشتی توسط ارتش متفقین فرستاده میشه با هماهنگی در واقع دولت بریتانیا.
فرستاده میشه به کشور اسکاتلند و شهر ادینبرو. اونجا یک باغ وحشی بوده و وایتک تا آخر عمرش دیگه تو این باغ وحش زندگی میکنه و همونجا هم در کمال احترام در واقع جونش از دست میده و میمیره. داستان وایتک برای بچه‌های بر نسل قدیم کشور اروپایی که مثلا اونایی که تو کشور متفقین بودن مثل بریتانیا، آمریکا، لهستان، داستان بسیار بسیار معروفی هست، مثلا بین بریتانیا و لهستانیا خیلی معروفه و جالبه که بدونید داستان مورد علاقه پرنس چارلز ولیعهد فعلی انگلیس یا همون کشور در واقع بریتانیا، پسر ملکه الیزابت دوم، داستان مورد علاقه ایشون بوده. ولی خب نسل جدیدشون شاید زیاد نشناسن، ولی لهستانی‌ها این داستان خیلی خوب میشناسن و برای من جالب بود و البته مایه تأسف بود که این داستان ایرانی‌ها اصلا نمیشناسن. حالا من گفتم که تو این ویدیو در رابطه با این جناب وایتک، The Soldier Bear یا خرس سرباز که خرس قهرمان جنگ جهانی هستش صحبت کنم تا ایرانی هم شاید با این داستان آشنا بشن. و البته اینم بگم که به وایتک آخر جنگ یه مدال افتخارم دادن و زمانی که توی باغ وحش ادینبرو بود خیلی‌ها فقط برای وایتک به اونجا سر می‌زدن تا با این قهرمان جنگ دوم جهانی آشنا بشن و باهاش عکس یادگاری بگیرن و خلاصه شده بود گل سرسبد باغ وحش شهر ادینبرو اسکاتلند، یه خرس ایرانی. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید من میشم که لایک کنید، کامنت بذارید و البته اون دکمه سابسکرایب هم بزنید و زنگوله هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی آگاه بشید. خلاصه بازم دارم تاکید میکنم، من دارم داستان خوب براتون تعریف میکنم، یکم از این کارا حمایت کنید دیگه، این ویدیوها رو با دوستاتون شیر کنید، به اشتراک بذارید، شاید 4 نفر دیگه ببینن خوششون بیاد، به این کانال سابسکرایب کنن و کلا این کارو پیشرفت کنه. دیگه این توصیه ما بود، حمایت کنید تا من ادامه بدم راهمو و این کانال رو براش ویدیوهای بیشتری تولید کنم. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید ممنونم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار همتون.